Jean-Paul Laborde, the executive director of the United Nations Counterterrorism Committee, stated that women make up 30% of the foreign Daesh fighters. While Al-Qaeda had some considerations for women and would accept them for secondary roles and were never allowed to take part in any direct military operation, in the case of the Daesh, it's the other way around. One of the most important duties of Daeshi women is to reproduce excessively. The children that have been born of these women in this group up to now are mainly aged between 9 to 15, and whether willingly or not, they are raised under the influence of martial, physical and belief-based special teachings. It has been seen many times that how these innocent young beings are transformed into suicidal killers. The Women with Gunpowder Earrings documentary is about the women whom their lives are somehow tied with the name Daesh. This documentary talks about the woman supporters of Daesh, woman victims of Daesh, and the woman journalist who is present in the front lines. This is Fatima. Fatima أبوها أحد الدواعش. بعد عندها اختين فاطمه وحده ماتت بالقصف والثانيه موجوده هنا فاطمه وين بابا ما تعرف فاطمه وين بابا لان بابا داعش وجاي يقاتلنا جاي يقاتل القوات اللي متواجده هنا Reza Farahmand is an Iranian who's made almost all of his documentaries outside Iran. And to film this documentary, he goes to Iraq so that he can make a documentary on Iraqi journalist men. But in the war zone, he meets an Iraqi journalist woman and the scenario changes entirely. وارد عراق که شدم در واقع بلافاصله وارد یه منطقه جنگی شدم منطقه‌ای که در واقع یکی از آخرین مناطق جنگ عراق با داعش بود همون شب خاطرم هست که در واقع خانم نورالهلی رو اونجا دیدم که هیچ شناختی نداشتم فقط میدونستم که این در واقع اون چیزی که میدیدم این بود که یه خانم در یک اقامتگاهی که خبرنگارای مرد هستن داره زندگی میکنه و ظاهرا کارم داره میکنه و جلو هم میره همون شب با ایشون صحبت کردم و خیلی عجیب بود که خیلی سریع ایشون قبول کرد که باشه یعنی الان ما جای خلفیه حساب صحیح چند خلفت بس یعتبر خلفیات انا ما جای قد بخلفیات انا جای اقدم حتى اشوف الناس العوائل شنو مصيرهم حتى اشوف جاي يسوي يعني انا بروح مو احسن من اروح لهاي الابطال اللي جاي تتقدم ما هيش وقت يك زن رو در جنگ با داعش ندیدیم نه به عنوان رزمنده به عنوان یک ژورنالیست که جلو باشه شوخی هم نکنه یعنی ببینید من خبرنگارهای دیگه ای رو میدیدم جنگ تموم میشد پشت صحنه یه مصاحبه تمام ولی این واقعا خیلی وقتها جلوتر از خود رزمنده ها وارد میشد یعنی یک پرسوناج جدی زنانه بود قناص البارحه استشهد واحد من عندنا يعني معقوله ما سمعتوا بي والله قال لي اوكي سياره تبع ابوكم بيها سبحان الله يعني ما معقول نظل قاعدين هنا صار لنا اكثر من 3 ساعات احنا قاعدين بهذا المكان به هر صورت من میدونستم که من قرار در واقع خط زنان و داعش کار کنم و این خانم فقط قراره که در واقع هم پرسوناجش برام جذاب باشه و هم اینکه دریچه‌ای باشه برای اینکه منو وارد حوزه های دیگه بکنه میدونید این تو روز دوم سوم زندگی با خانم نورالهلی شکل گرفت یعنی دیگه داستان مشخص شد
برای من اون چیزی که وجود داشت این بود که من نگاه نمی کردم که اینها زنهای داعشی هستن که آدم کشتن و و و و من نگاه هم و روی کردم این بود که من با انسان دارم برخورد میکنم. حالا هر اتفاقی براش افتاده و هر اشتباهی کرده یا هر مسیری رو رفته درست یا اشتباه، انسان هست و حق داره که حرف بزنه. تتمنین ترجع الحیات داعش موجوده عندكم؟ ايه. تتمنين يرجعون؟ ايه. زين، والقتل والذبح والتهجير؟ لا، هذا الشيء ما شفته. يعني هذا ما كرهته يجوز. يعني ما شفت هيك اشياء. تفکر افراطی مرزی برای حجم آسیب زدنش به دیگران نمیشناسه. وقتی شما دچار تفکر افراطی میشین همه با هم بیچاره میشن، میدونین؟ یک نفر بیچاره نمیشه. حتی من دارم فکر میکنم به اون جوونی که به اون سرباز داعشی که کشته میشه، مگر اون مادر نداره؟ مگر اون برادر نداره؟ مگر بین این دو نفر عاطفه انسانی وجود نداشته؟ خب سر اون مادر چه بلایی میاد؟ مگه اون انسان نیست؟ اون هم بیچاره میشه. سر اون زنی که منتظر و امیدوار به این مرد هست چه اتفاقی میفته؟ اون هم بیچاره میشه. اینی هم که مرده بیچاره میشه. اما هم ماتت بالقصف؟ لا. ها؟ هاي الحرمه اللي ينتقم منها فجرت نفسها. كنا متصوفين على اساس نفتشون نتفوت. هي فجرت نفسها فجر. يعني أمهم ماتت في المرأة اللي فجرت نفسها. وقتی که تو میبینی که از کشته شدن فرزند تو سلاح‌هایی داره فروخته میشه و اون پول میره تو جیب آدم‌های دیگه‌ای و تو باید این وسط عشق تو از دست بدی، همسر تو از دست بدی، فرزند تو از دست بدی، و برای چی؟ ماكو أي شيء حتى أشم ريحته، يعني ماكو أي شيء. شلون وزعوكم؟ شلون قلوكم؟ شنو التعليمات اللي اعطوها لكم؟ كل يوم يعني يجون يختار البنات، يعني أصعب شيء يعني كل ليل يعني يجون يختار بنات، يعني شنو الدبنة؟ يعني كل يوم نختار، يعني يتجوزونا، يعني صعب. أخذونا من هذاك البيت، قالوا اليوم يعني رح أتجوزكم، جابوا حبوبات ما أعرف شنو. یه سکانسی تو فیلم وجود داره که نورالهلی در واقع برای اولین بار در طول فیلم عصبی میشه و دعوا میکنه با یک زن داعشی. این از اون صحنه‌هایی بود که واقعا من در ذهنیتم و پرداختم نسبت به نورالهلی واقعا نمیدیدمش، به دلیل اینکه در تمام فیلم برخورد نور برخورد کاملا انسانی و بدون سوگیری نسبت به زنان داعشی و بچه هاشون بود. شهدكم جايين هنا هم غير مين هم بيتكلم خلاص مين هم ها اذربيجان شهدهم من اذربيجان جايين لهنا siz neden geldiniz Azerbaycan'dan buraya siz yaxşı bilirsiniz ha bilirsiniz siz yaxşı iyi bilirsiniz bu soruyor ben bu soruyor زمان بس قلي لي شو تقول؟ يقول انت تعرفون احنا على ايش جينا؟ على ايش جيتوا؟ طفوا الكاميرا، على ايش جيتوا؟ فوقها هذا كله وما ترضين تحكين؟ اختي انت ماذا تريد؟ شنو يا اختك؟ اليوم والبارحه وقبلها بايام ازواج اللي قتل اخوي موجودين قدامي وانا ما اقدر اسوي شيء. من فکر کردم که این زن طبیعتاً اگر قرار که من بدون سوگیری نگاه کنم یک انسانه و حق داره که عصبانی بشه، و چطور ممکنه که یک انسان حتی فکر کنیم که اشتباه هم نکنه؟ خب اشتباه هم ممکنه بکنه و حق داره که عصبی بشه از اتفاقاتی که در گذشته زندگیش توسط همسران این زنان براش افتاده، پس باید بشه. و اون سکانس بود
و گذاشته شد. Women with Gunpowder Earrings has won the Cinema Verita Festival, the International Award for the Best Documentary Movie, and also it has won the 16th Cine de Noir Paris International Film Festival. The jury of the Cine de Noir Paris Film Festival states, the movie Women with Gunpowder Earrings is a direct certificate and a wonder that gives the different parts of war a chance to speak. Reza Farahmand, who's very close to the subjects with his brave camera, takes us to witness the intense tensions of the front line and the suffering of people. And he successfully captures images and words that display the ambiguity in the Daesh supporters' discourse. واقعا برای من اونجا خیلی مهم بود که این زن چه خواهد کرد. میدونی؟ حمزه با آقای موسوی یه فیلم بردار دیگه یه هم که حالا تو گروه ما نبود ولی از دوستان نزدیک در واقع خانم نورالهلی بود، اینا همه رفته بودن دیگه، این جلوی چشش همه اینا افتاده بود. خب خیلی خیلی فکر میکنم که تو ذهن خودش برگشت به سمت این که به سمت اون داداشش که جلو خودش از بین رفته بود به توسط داعش. من دیگه هیچی نمیگفتم، خاطرم هست، یعنی هیچ کاری نکردم، هیچ حرفی با هم نزدیم و فیلم فقط دوربین فقط رکورد کرد و فکر میکنم که مهمترین چیزی که در مورد نور وجود داشت این بود که میگفت که باشه اتفاق افتاده، اوکی، مشکلی نیست، میریم جلو. برای نورالهلی اصلا مهم نبود که دوربین هست یا نیست. نور در یک مقاطعی از زندگیش در طول فیلم تصمیم گرفت که مسیر زندگیش رو عوض کنه، به معنی اینکه به جای اینکه توی صحنه جنگ باشه بیاد در اردوگاه زندگی کنه، در اردوگاه زنان داعشی زندگی کنه، یا به جای این که در صحنه جنگ باشه بیاد در کجو زندگی کنه. میدونین واقعا براش فرقی نداشت. اون چیزی که براش مهم بود این بود که در نزدیکترین نقطه‌ای که داعش وجود داره باشه. تبین داره رسامون دیش ما تبین دیش دیش يا امك تلو امك شلون كتلو امك علي بس تعطون على المرافق وتلوهم يعني ضربوهم بالقصف لو شلون لا بس دامهم واقفين يلعبون يعني الجيش ما یه فیلمی داریم که ایرانی ها پشتشن و به یک زبان جهانی رسیده و مخاطبینی که از جاهای مختلف دنیان میتونن بفهمن این فیلم رو و این زبان رو و این فاجعه رو. و من زمین نکته مثبتیه. جان فرانکو روزی که داور بین الملل حقیقت هست و خب به هر صورت مستندساز شناخته شده ای هست در دنیا، آخرین فیلمش در مورد مهاجران کاندید اسکار بوده و جایزه خرس نقره برلین رو داره، میگفت که من واقعا به هر کسی برسم میگم این فیلم رو ببینید، این یک فیلم کاملا لازم برای دنیاست.